داستان اشیای خودم رو تعریف میکنم. ولی خب اول سوالای شما رو جواب میدم. زیبا، دوست داری برگردی به نوجوانیت؟ نه، من به دوره گذشتم نمیخوام برگردم و حالا از همین مرحله‌ای که الان هستم رو دوست دارم. برگردم اونجا سیاسی بشم و اینها نه. به قول یکی از دوستای من، او و میشه 70 و خورده سالش بود، بعد یه بار هم این سوال ازش کردیم، گفتیم دوست داری برگردی جوون بشی؟ گفت وای دوباره، یعنی از اول شروع کنم؟ نو 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 نو. خیلی خوش آمد اونم، گفت با دوباره بیایم از اول همه چی رو شروع کنیم. سیاست بدتر بود یا تیمارستان؟ منظورت اینه که زندان بدتر بود یا تیمارستان؟ هر دوتاشون یه هم ابعاد، خب به هر حال یه سرکوبی بر هر دوتاشون بودن دیگه، و هر کدومش در جایگاه خودش خیلی منفی بود. ولی خب به هر حال همه اونها رو آدم وقتی نگاه میکنه بعد از این که میگذره، وقتی نگاه میکنه میبینه که اون هم یه ضرورتی بود که توی تکامل انسان میتونه تاثیر بذاره. من الان سخت‌ترین مرحله زندگیم همین بیماری روحی روانیم بود که بعد از اینکه ازش گذشتم واقعا نگاه میکنم میبینم در واقع همون به من این قدرت رو داده که من بتونم الان برای خیلیا کمک بکنم. در واقع من با گوشت و پوست خودم لمس کردم، هم دنبال علمش رفتم، هم دنبال، یعنی خودمونو با وجودم تجربه کردم. برای همین خیلی راحت میتونم باهاش، یعنی در این رابطه ها کمک بکنم کسایی که هستن، چون به نوعی خودشون رو در من. عاشق قدرتی هستم که در زندگی به دست آوردی زیبا، این حس شما به من انگیزه زندگی میده. خب این قدرت رو در واقع از تجارب زندگی و از اینکه آدم میره توی به قول معروف ریسک میکنه و ابعاد مختلف زندگی رو تجربه میکنه شما هم. وگرنه بشینید تو خونه یا مثلا با یه نفر باشید یا فقط هم مسافرتاتون تفریحی باشه، نمیتونه انسان زندگیش تغییر بکنه. زیبا جان، خانوادم قصد مرگمو دارم، بگو چی کار کنم؟ زنده ای دیگه عزیزم. قصد مرگمو نه، قصد کشتن منو دارم. اگه قصدشو داشتن که تا حالا کشته بودن. کاش بیای ایران، که کاش ما با همه کاش ها رو به کاشتن ها تبدیل میکنیم. چجوری خودشناسی کنیم؟ خب کاش چشم وا میکردیم میدیدیم مثل تو شدیم. یعنی چی؟ هر کس باید در جایگاه خودش باشه. خودشناسی رو در واقع همون احساسات، یعنی این نیستش که برید فلسفه بخونید و دور رو ببینید و دورهای خودشناسی خودتون از همین زوایای مختلف بدن خودتون شروع میکنید به شناختنش، تا نمیدونم خود ما چی هستیم. یه چیز مجازی که نیستش، از همین پوست و گوشت و اعضای بدنمون تا احساساتمون، فکرمون، وقتی همه اونها رو سرکوبش نکنی، بیانش بکنی، میتونی خودت به عنوان یه شخص ناظر و شخص سوم نگاه کنی. من عاشق پا هستم. خب پام خوبه، امیدوارم نه فقط عاشق پای انسان‌ها باشی، بلکه عاشق تمام وجود انسان‌ها بشی، نه فقط پاشون. پا که فقط یه انسان که فقط، ولی خب بازم بد نیست که پاشون رو، پا رو هم دوست داریم. پا هم خوبه دیگه، اتفاقا پا قلب دومه میگن. و توی من یک، حالا اینو گفتی یادم افتاد، یه پسری از اریتره اومده بود مهمان من بود از کاوچ سرفین، گفتش که من تخصصم در ماساژ پا. من گفتم بیا پا ماساژ پا بده ببین، ماساژ بده ببینیم. اینقدر این ماساژش جالب بود، اصلا خیلی جالب بود. فقط همون پا بود، ولی کاری میکرد با تک تک شما. یه عکسی از حتما دیدید که تمام از ارگانهای بدن ما، شما یه نقطه‌ای رو داره در پاتون، و اگر این رو شما
بتونید استیمولیرن یا اون تحریک بکنید و به اون میتونید روی اون ارگان اثر بذارید. و این خیلی جالب بود برای من، ماساژی که داشت خیلی عالی بود. ماساژ با نخود پرنگی هم دارم دیگه، یه کلیپ دارم. آره من اینم از ینس یاد گرفتم، خیلی خوبه. یکی رفتم اونجا دیگه فیلمش هم گرفتم، اونم نخود فرنگیه، یعنی نخود فرنگی که خوش شده. ماساژ پوینت تو پوینت بهش میگن. آفرین، چه جالب، نمیدونستم. پوینت تو پوینت نخود فرنگی خشک رو بذارید و البته انواع غلات هم میتونید باش ماساژ بدید. خب پوست که خیلی مهمه. در رابطه با پوست بهتون بگم یه اصطلاحی هست، میگن که من اگر یکی خوشبخت باشه، میگن من میخوام تو پوست خودم احساس شادی بکنم، یعنی تو پوست خودم احساس لذت بکنم. خب این پوست خیلی مهمه، چون آینه‌ای و مجراییست برای تمام اون روح و روان و درون ما به سمت بیرون، و شما از این مجرا میتونید، یعنی در واقع اون شعاع، اون اصطلاحی که میگن که حاله، هر انسانی برای خودش حاله داره دیگه، اون حاله رو شما از این پوست، یعنی از این شعاع از این پوست میاد بیرون. برای همین راز زیبایی پوست و راز زیبایی انسان ها در خود بودنش هست. هر چقدر شما خود درونیتون رو رها کنید، این وجودتون، این شعاعی که از وجودتون منعکس میکنه، یه شعاع زیبایی خواهد. زیبا الان به پوستت چی به پوستت زدی؟ الان به پوستم هیچی نزدم. کورسته چه رنگ؟ کورسته ندارم که رنگش باشه. سیگار ترک کردی چند ماه؟ خب خیلی خوبه، عالیه. من از سیگار واقعا بدم میاد. خب ادرارم، آره، گهگاه به پوستم میزنم. گوشوارت با گردن بند ست نیست؟ خب باشش کنه، ست نباشه، اتفاقا کنتراست خوبیه. خب زیبا، خدا را قبول داری؟ خدا رو به در مورد خدا من یک بار یک لایف گذاشتم که خدا رو قبول دارم به عنوان یک واقعیت ذهنی، یعنی یه واقعیتیه که انسان بهش نیاز داره، ولی انساخته انسانه در واقع. آرزوهای انسان در تجلیش در خداست. انسان یه دون عکس گذاشته بودم که از یه دایناظوری، یه کاریکاتوری هستش که بچه دایناظوره از مامانش میپرسه مامان خدا وجود داره؟ میگه هنوز نه. یعنی هنوز اون موقع انسان نبوده دیگه که خدا رو به وجود بیاره. برای همین میخوام اینو در این رابطه، اگه میخواین لایو من هست تو یوتیوب و تو کانال تلگرامم هم هست و اونجا نوشتم که و گفتم که چجوری این واقعیت چیه. یه واقعیت ذهنیه، ولی انسان به خدا نیاز داره. چرا؟ چون وقتی که همون انگار ساخته یه چیزی ما میسازیم، مثل بچه‌ای که انسان میسازه ولی به بچهش احساس نیاز میکنه، احساس میکنه این بهش یه وابستگی داره. این خدایی هم که ما در ذهنمون میسازیم در واقع آرزوهامونه و این رو ما بهش نیاز داریم به خاطر اینکه برامون یه الگویی میشه. خب اینو من دیگه واردش نمیشم چون بحثش خیلی طولانیه، ولی برید یک بار اختصاصی در رابطه با خدا حرف زدم. من دوست دارم هیپنوتیزم بشم، چیکار کنم؟ من کلن بعد از اینکه این دوره رو دیدم، دوره هیپنوتیزم رو دیدم و هیپنوتیزم میکردم افرادو، به این نتیجه رسیدم، حتی کارتش از آمریکا برای من اومده بود، ولی من دیدم که نمیخوام انسانها رو در خواب، یعنی بخوابونم این کار رو بکنم و میخوام که در بیداریشون این کار انجام بشه. یعنی که اگر من توانایی دارم، من باید با خودآگاه اونها برم و به نقب بزنم به ناخودآگاهشون، نه اینکه طرف رو بخوابونم بعد خودش بیاد بگه منو مثلا دور من رد کردم. راجع به ریاضت هم صحبت کن. من یه زمانی ریاضت خیلی، این یه مرحله بود از در واقع اونم تکامل خودم بود، زمانی که توی زندان این کارو کردم و مذهبی شدم. من تو زندان یک سال و نیم
روزه بودم تا موقعی، یعنی واقعا فکر نمی کنم دیگه کسی مثل من روزه گرفته باشه، یا سالهای سال من دائم الوضوع بودم و کارهای ریاضت های خیلی مختلف انجام می دادم، یا نمیدونم غسل جمعه با آب سرد و فلان اینها، ولی الان این کار رو نمی کنم. ولی کسی که حسشو داره میتونه، خب اون حسشه دیگه، یه موقعی برمیگرده میخواد یه کار رو بکنه. مثل همین ما، یکی از دوستای من بود 22 روز مثلا روزه آب گرفت، خب بعد میگفت خیلی حس قشنگی داشتم. بستگی داره که شما بدنتون اون لحظه چی بخواد. آره عکس چادری هم دارم دیگه، یه مدتی من 10 سال زینب بودم دیگه، عکس اسمم هم زینب گذاشتم، که الان توی بیو من بری سی با زینب معمار نوبری که معروف به زیبا ناوک. زیبا چرا اونقدر افراطی و تفریطی هستی؟ خب افراطی هست چرا شو دیگه نمیدونم، منتها دوست دارم در همه زمین‌ها تا آخرش برم. و خب منتها همه احساسات مختلف رو به تعادل رسوندن خودشم خیلی مهمه. ام به معروف و نهی از منکرم میکردی وقتی زینب بودی؟ آره آره، مثلا خب دیگه این اون زمان اعتقاد به این مسئله داشتم و حتی مثلا در رابطه آلمان اومدم به خواهرم که خواهرم رو ارشاد کنم. اومدم سال 1993 من اومدم آلمان 10 روز، بعدش چون خواهر من قبلا کمونیست بود، منم کمونیست بودم، بعدا مذهبی شده بودم، اومده بودم که اینجا 10 روز فقط اونو ارشادش کنم و 10 روز ما با هم حرف میزدیم، اون از اعتقادات خودش، من از اعتقادات خودش. منتها ببینیم، من همیشه یه اعتقادی رو، یه چیزی رو داشتم و اون اینکه تحمیل کنم بگم تو باید اینجور باشی رو دوست نداشتم. گفتم اگر من حرفم اعتقادم اصالت داره، وقتی حرفمو میزنم من باید بتونم به دیگران این حرفم اصالت خودش رو نشون بده. اینکه به زور، مثل اینو قبول نداشتم که به زور، مثل این، البته اسلام خودش زوره، ولی خب دیگه من فقط این کسی که عقایدش عوض میشه از نشانه های مریضیه. خب باشه، شما میتونید منو خیلی بگم مریضم. ببینید شما هر جور در رابطه با من فکر بکنید، این مغزتون و دکوراسیون مغزتون مال خودتونه. من در صدد تغییر دکوراسیون افکار شما که نباید باشم، که شما میتونید الان درباره من هر چی دوست دارید فکر بکنید، فکرتون، ذهنتون مال خودتونه. من حرفمو میزنم، شما حرف منو میشنوید. این که با حرفای من چه کارگردانی میکنید، چه سینمایی میسازید، مال خودتونه، اجازه شو دارید دیگه، و نظرتونم مال خودتونه و میتونیدم ارائه بدید، اشکالی نداره. به امید روزی که تمام سرزمینمون قوی بشن. خب هر روز بچه ها دارن قوی تر میشن، وقتی که هر چقدر که روابط اجتماعیشون رو قوی تر بکنن، ارتباطاتشون بیشتر بشه. هر روز هر انسانی، شما یادتون باشه یک کتابه، با همه افراد زندگی کنید، برید، این زندگی درمانی ها دنیای شما رو تغییر میده. بهت میاد سیاست مداری، رهبر ملت شید، وای نات، یه روزش یه دفعه دیده شدی. ولی من خیلی وقت تو رو و خیلی برام جذاب 80% فکرات. خب 80% خب خیلی مهمه، 80% که به من نزدیک شدی. خب بچه ها، من یه چیزی رو میخوام براتون تعریف بکنم در رابطه با اشیایی که توی خونه، البته یه بار میخواستم که کلن براتون از توی خونم بذارم، البته امروز نه، امروز در رابطه با خودم میتونم بگم. مثلا شما بگید که داستان این عینک چیه، مثلا این انگشتر چیه، این فلان چیه، اینا چیه، و بگم که هر کدوم از این اشیا چه داستانی رو دارن. بچه ببینید، این انگشتر، از این انگشتر میخوام شروع کنم. من دوتا انگشتر در دستمه. اولا بهتون بگم که من جواهرات و اینها اصلا هیچ وقت علاقه من نبودم و نمی رفتم که بخرم. من میشه اون زمانی هم که تو کتابام که بخونید
حالا سر یه سری مراسم، یعنی خودم برم دنبال طلا فروشی و جواهر فلان، هیچ وقت و هیچ وقت در زندگیم این کار نکردم. ولی حالا اینا رو بهتون میگم چرا این جواهرات خودشون دارن میان سراغ من و چقدرم قشنگه. این خیلی دوست دارم. این یک هدیه بود. این اولا که نگاش بکنید میبینید خیلی هم فرمش هم خیلی قشنگه. اینجا هم نشون بدم. اینجا خب اولا یک روشم بریلیون و نمیتونم چیزهای خیلی قشنگی توش هست. این رو گیزینگ برای فروخ هدیه خریده بود، یعنی با همدیگه رفته بودن و فروخ که از طریق من با گیزینگ آشنا شده بود و من پیشنهاد کرده بودم که بره چند روز زندگی درمانی با گیزینگ انجام بده، میره و خونه گیزینگ و واقعا شیفته گیزینگ میشه و سه روز زندگی درمانی به تبدیل میشه به یک رابطه خیلی عمیقی که اینها اصلا یکی دو سال تا الان هم فکر میکنم ارتباطشون هست، ولی حالا در هر برهه ارتباطشون فرق کرد. موقعی که فروغ آل شمس با من حدود دو سال سه سال پیش در یک دوره ارتباطی قرار گرفته بود و مدام با من در مورد مسائل زندگی میکرد، من متوجه شدم که یک قرضی رو در حدود از بانکی وام گرفته به کمک آرمان شوهر گیزینگ در حدود 10 میلیون بود و اینو بایستی نمیدونم 4 میلیون و اینا نمیدونم 25% مثل این که باید بهره میداد و هر ماه هم نمیدونم 500,000 تومان میداد. من بهش یه پیشنهاد کردم، بهش گفتم که فروخ بیا من این پولو بهت میدم، تو یه مقدار این فشار روحیت بیاد پایین تر و به بانک بدهکار نباشی، به من بدهکار باش و یه مقدارم مقدارشو هر چقدر دوست داری انجام بده، اون بهرارم هر چقدر دوست داری بکن و موقعی هم که میخوای شروع کنی این پولو به من بدی اونم باز زمانشو خودت تعیین کن. اینجوری باعث شد که خب اون فشاری که یک دختری که خود ساخته داره برای خودش یه خونه خیلی مستقلی هم پیدا کرد و خیلی به هر حال خیلی مراحل سنگینی رو فروغ که یه دختر 22 ساله بود اون موقع که اومد زندگی درمانی رو با گیزینگ شروع کرد، به هر حال این کمک خیلی بزرگی بود براش. بعد که این کارو که کرد گفت من 1 میلیون به تو بهره میدم به جای ما پولشو تسویه کردیم، 1 میلیون رو به من گفت اضافه تر میدم به جای 10 میلیونی که ما باهاش تسویه کردیم، تا اون موقع من روز یه مقدار از پولشو داده بود، گفت 1 میلیون به تو اضافه میدم و چون این بهره رو تو این فشار روحی رو از من برداشتی من میخوام یه هدیه بهت بدم. اون موقع با اینو برای من میفرسته از طریق یکی از بچه ها. حالا گیزینگ براش خریده بود 1,200,000 تومان تقریبا 3 سال پیش خریده بود و نمیخواست دیگه، حالا به هر حال به خاطر یک روابطی که با هم داشتن مرحله رابطهشون طوری شده بود که احساس میکرد که میخواد که به هر حال این براش زیاده از طرف گیزینگ. به گیزینگ منم بهش میگم که خب چه بهتر که از طرف دوتاییتونه دیگه، یعنی در واقع از گیزینگ میرسه به فروغ، از فروغ داره میرسه به من و بهبنم برای من آورد. و ولی ازش پرسیدم که باید از گیزینگ بپرسی که آیا موافقه یا نه، که از گیزینگ پرسید و من از موقعی که این به دستم رسید من خیلی حس قشنگی بهش پیدا کردم و این داستان این هست و همین الان جریان مال چند وقته، چون من بهش گفتم ماهی 300,000 تومان واریز کنه برای من، هنوزم فکر کنم 2-3 میلیونش مونده، نمیدونم دقیق، ولی این داستان این فیلم بود. شماها هم شناختید که زیبا دست به قرض دادن پولش عالیه. این داستان این بود، این انگشتر من بود. حالا خیلی جالبه هر دوتا انگشترام از دوتا دختر جوونه. این انگشتر من هم داستانش، اینم داستانش خیلی جالبه. یه دختر همسایه ما بود، یه دختر مذهبی، خیلی مذهبی بود و بوسنیایی، اهل بوسنیا،
بعد این خیلی مثلا از من، منو دوست داشت ولی به شدت از من به خاطر اینکه اعتقادات شدیدم مذهبی بود از من میترسید، ولی منو دوست داشت چون میدونستش به هر حال حس مثبت از من میگرفت، ولی نمیتونست به من نزدیک بشه. این دختر اون موقعی که اینجا بود هنوز ازدواج نکرده بود، میره ازدواج میکنه با یه عربی. بعدش خب دیگه افکار مذهبی دیگه، میره و بچه دار میشه و بعد دیگه بچه دار شدنش و دیگه خیلی به کارشون دعوا و فلان و بهمان. من خیلی دلم میخواست که این طلاق بگیره از این. حالا خونشم از من جدا شده. حالا این جریان باعث میشه که این دختر به من مراجعه کنه، روی با وجودی که میترسید ولی مراجعه کنه به من. اومد و گفتش که زیبا، من برای طلاق از این مرد از تو کمک میخوام و 2000 یورو ازت کمک میخوام که به من کمک بکنی. البته چند بار من بهش کمکم، چون دختر بسیار خوشقولیه، فروغم بی نهایت خوشقول، با وجود اینکه هیچ، یعنی اگر پولشو پول منو ندن هیچ جور من نمیتونم دسترسی بهشو داشته باشم، ولی انقدر خوشقول هست. این دختره من بهش فارسی بلد نیست دیگه، یه روز آوردم این کتاب زینب و بنیامینا هست اسمش، گفتم بیا تو بنیامینا، زینب منه، دوره زینب منه. رفتی بچه دار شدیم، بچه های حالا 4 تا بچه هم داره، یکیشم در حالی که در حال طلاق بود و کتککاری و کارش به دادگاه کشیده بود، مرده زده بودنش، این میره که سند براش پزشکی قانونی چیز بگیره، گواهی بگیره، میره ازش خون میگیرن، بهش میگن حامله. میگه بابا من 4 ماه 5 ماه پریود شم. گفت بابا بچه 5 ماه هست. اصلا خیلی افتضاح، خیلی ناراحت بود و اینا. اومد پیش من، گفتم، بعد گفت به من کمک میکنی؟ گفتم آره، ولی دیگه خب، گفتم من به هر طلاقی کمک میکنم، طلاق بگیر راحت چی دیگه بابا، یه زه هیچی. بعد یه روز یه دفعه دیدم که یه پاکت خیلی قشنگ یاوه، با وجود این که مرتب پول منو میده، حتی یه بهره ای روش میذاره از خودش هر چقدر که دوست داره. بعد دیدم یه روزی اومد یه دونه پاکت خیلی قشنگ، اینو این دروردم، گفتم اینو از کجا، تو پول نداری چرا خریدی؟ گفت نه من نخریدم، این از جواهراییه که به من مونده بود و اینها. گفتم قیمتش چقدره؟ گفت 120 یورو با ایناست. بعد گفتم خب این از این گرونتر، این سفیده، طلای سفیده از این گرونتره. بعد گفتم چقدر جالب، خیلی خوش آمد از این که، گفت تو خیلی به من کمک کردی، میخوام که از اون جواهرایی که تو زندگی برای خود من بوده یک رو به عنوان تشکر بهت بدم. اینم داستان راز اشیای دو تا از اشیای تو رو خدا طلاق نبود، به طلاق کمکشون کردم. من به خیلی طلاق، تو فروغم اون اوائل که اومد سریع طلاق گرفت دیگه، تا با من آشنا شد، تا با من هرکی آشنا میشه زود طلاق میگه. زیبا جون آخرین باری که پریود شدی کی بود؟ 50 سالگی. من 50 سالگی یائسه شدم، الان 59 میشم، یه 2-3 هفته، یه 3-4 هفته دیگه، اسفند دیگه، 50 سالگی آخرین پریود من. زیبا اگه ازت مشاوره بخوایم چجوری باید ارتباط برقرار کنیم، میای توی دایرکت و تلگرام، بعد بهتون میگم هزینه مشاوره چقدره. بعدش شما ایران باشید 100,000 تومان، خارج از ایران 30 یورو ساعت. طلاق نونا رو بگی، نونا ازت طلاق گرفته از برای خودش زندگی میکنه. ببین آخه تو یه موقعی این ندا یکی هستی، وقتی توی مثلا شوهر، الان خیلی تو آلمان هم اینجوری هستن بچه ها، مثلا میگن ما با هم کاری نداریم، خب حتما که نمیریم، تو برای خودت هر کاری میخوای بکنی بکن، منم هر کاری دوست دارم میکنم، به دست بقیه میرسونه، بیا از بقیه به من. آره منم همینطور وسایلم رو اینجوری میره دیگه. الان مثلا همین گردن بنده که بصیر یکی از بچه های گروه همون بود، حالا قرار کرده رفته، ولی خب این آورد برای من، خب فرناز اینجا خوشش اومد، من بهش دادم هدیه کردم، ولی خب ماه دیگه به دستش میرسه از طریق.
من یه ماه از خانمم جدا شدم، تبریک عرض میکنم. من هیچ وقت هدیه تولد نگرفتم. اصلا من که اصلا خوشحال میشم تولد به من تبریک نگم، اینقدر خوشحال میشم. تا حالا پیش روان پزشک رفتی؟ روان پزشکم پیش من اومده. چرا که من نرفتم؟ منو پیش روان پزشک بردم، روان پزشک اومده پیش من، خودم رفتم، هر سه تا حالت بوده. زیبا چه کار کنم دوست پسر پولدار پیدا کنم؟ دنبال پولدار نباشی خودش میاد. اگر همش دنبال پولدار باشی اصلا، ببینیم ما باید رها کنیم این که دنبال حتما بریم دنبال فلان. بابا ول کن دیگه، انقدر که خودتو میخوای بفروشی. زیبا جان زن من نمیشی. بیا تو من یکی از زنات بشم، تو هم یکی از شوهرم. زیبا جان چند اسفندی؟ چند اسفند که من اصلا کلن شناسنامم سوم فروردینه، ولی چندم اسفند من نمیدونم. مامانم میگه که اون موقع من به دنیا آمدم نمیدونم 11 هم بود 15 هم بود ماه، فقط میدونه که ماه رمضون بود، فقط هم میدونه که به هر حال اسفند بود. دقیق چندمشو نمیدونم، واقعیتش اینه، وگرنه تو شناسنامم سوم فروردین. چرا منو بلاک کردی تو تلگرام؟ حتما زنگ زدی یا چرت و پرت گفتی یا تکرار کردی یا نمیدونم یه کاری کردی دیگه، یه دلیلی داره. چون تلگرام محل کارمه. زیبا چند تا شوهر کردی؟ رسمی که دو تا، بقیهش که نابی شماره. اونایی که پارتنرای من دوست، تعدادش زیاده، نمیتونم، تعدادش دستم نیست دیگه. سوتیان میبندی خیلی به ندرت. زیبا جون یکم در مورد دوست داشتن خودمون حرف بزن. نه حرف زدنی نیست، باید عمل کنی، باید همیشه خودت رو واقعا انقدر دوست. زیبا خصوصی نداره، راست میگه، خصوصی نداره. شما میتونید تا نمیدونم یه بار یکی که هر چیزی رو نمیدونم عکسای لختم و همه چیزم اینو در اختیارتونه دیگه. گفتم دیگه میخواین تو اون روداش هم ببینید دیگه، باید اندوسکوپی و اینجور چیزا بشه دیگه ببینید. زیبا جان الان مردی عاشقت هست که ابراز کنه و تو باور نداشته باشی. اولا که من اون همیشه به اون چیزی که واقعیتی که اتفاق میفته، از این حرفا که وای عاشقتم دوستت دارم فلان فلان خیلی زیاده، اینا خیلی زیاده که بعد در 5 دقیقه همشون ماهیتش مشخص میشه. در عمل کسی رو عشقش رو نشون بده اون مهمه، اونم اتفاق وقتی میفته. تو وقتی مثلا الان میخوای برای من یه غذای یه چیزی رو بدی که من واقعا دوست دارم، خب اون اتفاق میفته دیگه. در ضمن یه عشق هیچ مطلق نیستش که بگی وای عاشقت دیگه فلان. یه چیزی ممکنه در احساس انسانم تغییر بکنه. خدا نکشه هنوز اشتها داری؟ آره دیگه، تا همیشه من تا لحظه که زنده هستم با همه هستی میخوام، با همه هستی باشم در واقع. خب زیبا دوست دارم بگم یکم بگی چیکار کنم برای خودپرستی. احساساتتو بیان کن، هر چی که دوست داری. مثلا فرض کن این غذایی که امروز میخوری خوشت نیومده، به خاطر کس دیگه ملاحظه نکن که بگی که آهای من حالا ناراحت نشه. بابا من خوشم نیومده، خب من دوست نداشتم، پس اینو ابراز میکنم. میخوای بریم یه جایی، نمیخوای مثلا براش هدیه ببری، بگو من نخواستم، حسشو نداشتم. میخوای همه زوایای زندگیت اون حس خودت رو بیان کنی، همون میشه در واقع آغاز خوددوستی. با خانوادت در ارتباطی نه، خوددوستی. میگه خیلی جوان هستی، رازش چیه؟ خوددوستی. مرسی مرسی مرسی. به قدرت برتر اعتقاد داری؟ به قدرت برتر؟ قدرت برتر همون چیزیه که آرزوهای شماست. یه کسی از من برتره؟ من فقط به یه چیزی که واقعیت اعتقاد دارم. یه کسی که از من تواناییش بیشتره، خوب از من قدرت برتره دیگه. من با انسانهای دیگه، با موجودات دیگه تکمیل میشم، نه با هپروتی که اون برای من چه کار بکنه، کار نداره.
برای من خواستید هدیه بفرستید، بیاید از دایرکت بهتون بگم که چه جوری به من هدیه بفرستید. مرسی که میخواین هدیه بفرستید. آره اینترنتی هم زندگی درمانی. بذار اینم بگم، سوالت جالب بود. یه دختری بود به اسم رکسانا، یه هزینه ای رو پرداخت، یا خود فروغال شمس هم یه ماه دیگه، یه ماه با من یه هزینه ای رو پرداخت و بعد گفتش که من میخوام زندگی درمانی داشته باشم با تو. و هر روز من باش ارتباط داشتم، بهش یه سری چیزایی رو میگفتم و میگفتم اینا رو انجام بده، بازتابهاشو به من بگو. وقتی اونا رو انجام میداد و خب همونا باعث شد زندگیش انقدر تغییر کنه دیگه. 100% ما با از طریق اینترنت و ارتباطی که با الان تو این گروه در واقع ارتباطی که با هم داریم یه ارتباط واقعیه. دنیای مجازی رو تبدیل کردیم به یه دنیای واقعی. بچه ها بای بای دیگه عزیزان. مرسی.